دوستان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. علی درویشی هستم و در این آموزش قراره که مشکل استروک یا دورخط رو در نرم افزار ایلاستریتور حل بکنیم. قطعا موقعی که متنتون استروک میدید با یه همچین صحنه ای مواجه میشید. چه اتفاقی میفته؟ بین تک تک حروف استروک داده میشه و کار رو خراب میکنه. ما نمیخوایم اینطوری باشه. یا نه، بریم روی این بنر. کاری با این بنر ندارم. به این تیر دقت بکنید، یه استروکی بهش دادیم به متن با فاصله. وقتی ما میخواییم یه همچین استروکی بدیم با این صحنه مواجه میشیم. همه یه استروکا که به حروف ها داده شده میره تو هم و کارو خراب میکنه، در حالی که ما میخواییم خروجیمون به این شکل باشه. بریم برای اینکه این مشکل رو رفع بکنیم. قبل از اینکه بخوام این مشکل رو رفع کنم، خواهش میکنم برای حمایت از ما حتما ویدیو رو لایک بکنید. اگه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش هم بزنید، اولین نفری هستید که از آموزش های ما مطلع میشید. من کلمه هرمان رو تایپ کردم. کلمه هرمان. فیلش رو هم بر میدارم. نانش میکنم. میتونم از روی کیبورد استش رو بزنم تا نان بشه. میرم تو قسمت اپیرینس. اگه اپیرینس رو نداری، میتونی از قسمت ویندو اپیرینس رو فعال بکنی. تو قسمت اپیرینس من میتونم از این قسمت پایین بهش فیل و استروک بدم. میتونم از این قسمت بهش فیل و استروک بدم. 0 تا 100 کار با منوی اپیرینس رو هم جز اولین آموزش های هرمانه و تو پیج اینستامون هست، میتونید اونجا مشاهده بکنید. فیل رو میزنم، فعلا یه فیل مشکی داشته باشه و اینجا کلیک میکنم تا بهش استروک بدم. رنگ استروک رو روی مربع کلیک میکنم تا سوارچس فعال بشه. رنگ آبی. اندازش هم فکر میکنم 2 مناسبه. فعلا اینطوریه. یه کپی ازش بگیرم این پایین باشه. برای اینکه بخوام این مشکل رو رفع کنم، بین حروف استروک نیفته، انتخاب شده، میام از قسمت FX Pathfinder رو کلیک میکنم و کافیه که اینجا اد رو بزنم. دیگه اون مشکل رو ندارم. مشکل بعدی که میتونید باهاش مواجه بشید چیه؟ من بعضی وقتا میخوام ضخامت این استروک بیشتر باشه. دقت بکنید چه اتفاقی میفته. داره از ضخامت متن ما کم میشه. نصف استروک میفته داخل، نصفش میفته بیرون. برای رفع این مشکل چیکار میکنید؟ ببینید تو قسمت در ایلاستریتور، تو قسمت لایه ها شما نمیتونی همچین کاری بکنی. یعنی افکت ها اینا تو لایه ها دیده نمیشه و تو قسمت اپیرینس دیده میشه. کافیه من استروک رو کلیک کنم، لایه رو، و بیارم اون رو زیر فیل قرار بدم. حالا دیگه هر چقدر من استروکم رو بیشتر بکنم به متن صدمه ای نمیزنه، چون پشت متنه و متن ما روی استروک قرار گرفته. این از این مشکل که رفع شد. بریم برای اینکه با فاصله بهش استروک بدیم. استروک رو بهش دادم و از قسمت FX پس و آفست پس رو کلیک میکنم. با اروکی ها کلیت های جهت نما میتونم اینو کم و زیاد کنم. میتونم دستی بهش عدد بدم. فکر میکنم همین 12 مناسب باشه. اوکی رو میزنم. ببینید اون فرو رفتگیه استروک ها تو هم کارو خراب کرده. باز مثل حرکت که واسه متن قبلی زدیم، FX Pathfinder Add و اون مشکل رفع میشه. تازه جالبه بدونید وقتی ما یه بار این مشکل رو روی این متن حل میکنیم، بذارید ازش یه کپی بگیرم، وقتی اون رو پاکش کنم و یه کلمه دیگه بنویسم، اون کلمه دیگه این مشکل رو نداره و رفع شده. حتی اگه انگلیسی باشه ها، ببینید دیگه اون مشکل رو نداریم. پس این برای همیشه روی اون متن در واقع قرار میگیره و این مشکل رو دیگه نداریم. نکته بعدی این که ما هر لحظه میتونیم اینا رو ادیت بکنیم. فیل رو میخوای تغییر بدی، کافیه بیا روی فیل کلیک بکنی، رنگش رو تغییر بدی. ضخامت استروک رو میخوای کم و زیاد بکنی، کافیه اینجا کلیک بکنی و ضخامت رو کم و زیاد بکنی. فاصله رو میخوای بیشتر یا کمتر کنی. به این ما بهش افکت دادیم دیگه. دوبار روی آفست پف کلیک میکنم و بیشتر میکنم این ضخامت، این فاصله رو. پس هر لحظه که ما بخوایم قابل تغییره. رنگش، نوعش، میتونم دوتا استروک بهش بدم. کافیه بیام یه بار گیری استروک کلیک کنم، دوتا استروک به همون مسیر تکرار کنم. نوع استروک رو میتونم از نوار کنترل. ببینید بالا نازکه، این انتها زخیم تره. نوع استروک رو هم پس میتونم تغییر بدم.
یه مشکلی دیگه میتونید باهاش مواجه بشید چیه؟ اینه که من همچین کاری رو کردم. بذارید فیلش رو یه ذره تغییر بدیم. متن انتخاب شده باشه حتما. متن انتخاب شده، فیلش رو میخوام تغییر بدم. سبز باشه یا این رنگ. کار تموم شده و دیگه نمیخوام ادیتش بکنم. تکرار میکنم، دیگه نمیخوام ادیتش بکنم. همین کلمه فیکس شده و میخوام این مشکل رو رفع کنم. چه مشکلی؟ ببینید اینا رو شاید کارتون رو قشنگ نکنه، این قسمتایی که این داخل ایجاد شده. اینا چطوری میتونم حذفش بکنم؟ وقتی که کارتون تکمیل شد این کارو کنید. متن انتخاب میکنم، تو قسمت لایه‌ها دقت بکنید، یه دونه لایه بیشتر نیست. مشخصاتش هم که تو قسمت اپیرینس زده، هر لحظه میتونم تغییرش بدم، ادیتش بکنم. میام از قسمت آبجکت و اکسپند اپیرینس رو میزنم. به قسمت لایه‌ها دقت بکنید چه اتفاقی میفته. گروه شد اون لایه. چه گروهیه؟ یه دونه حالا متن داریم فقط، که لایه متن، و این لایه استروک. لایه استروک هم گروهه. چرا؟ چون یه استروک برای هرمانه، یه استروک برای گرافیکه. الان اینا استروک از کجا میفهمم؟ از اینجا. ببینید استروک رنگ داره و وقتی استروک باشه شما نمیتونی این مشکل رو رفعش بکنی. بیایید تلاش کنیم که این مشکل رو رفعش با پاک کن. میخوام این قسمت رو پاک کنم نباشه. ببینید چه اتفاقی میفته، بدتر میشه. پس مرحله بعدی چیه؟ من میام این لایه استروک رو انتخاب میکنم. ببینید وارد زیر لایه میشم، این لایه بود دیگه، وارد زیر لایه میشم، لایه استروک رو انتخاب میکنم. این بار از قسمت آبجکت اکسپند رو کلیک میکنم. با زدن اکسپند چه اتفاقی میفته؟ حالا دیگه استروک نیست، تبدیل به فیل شده. این دور خط الان خودش یه شکله. الان میتونم با پاک کن اون قسمت ها رو پاک کنم. اینجا نمیخوام باشه، این قسمت هم نمیخوام باشه، اینجا هم نباشه، این قسمت هم نباشه. پس من به راحتی تونستم این مشکل رو هم رفع بکنم. اگه از آموزش خوشتون اومد حتما لایک کنید، سابسکرایب و زنگوله هم فراموش نشه. امیدوارم که از تماشای این آموزش لذت برده باشید. تا آموزش بعدی همتون رو به خدا میسپارم.